ما هستن. آقای داد، ابتدا واکنش شما رو به صحبت‌های آقای یوشکا فیشر می‌شنویم. سلام عرض می‌کنم، من خدمت شما و هم خدمت آرام احسانی عزیز و بینندگان گرامی بهتون مژده بدم که امشب من برنامه رو جایی می‌بینم که ماهواره داریم. نیم ساعت اول برنامه بسیار عالی بود تصویر، و به محض که نیم ساعت دوم شروع شد تمام سیگنال‌ها قطع شد، یعنی پارازیت مفصلی انداختن. امیدوارم که این هم نشانه از وحشت اینها از شنیدن صدای حقانیت مردم باشه که من سعادتش رو پیدا کردم این صدا رو به گوش مردم دیگر برسونم. مطالعه تاریخ بزرگترین درسی بود که آقای فیشر داد توی این مبحث، و این که سلاح اتمی امنیتی نمیاره بلکه حقانیت مردمی هست که به قول آقای حسامی نه مشروعیت به معنای مذهبی، حقانیت مردمی هست که مهم هست. و امیدواریم که حرف ایشون راجع به شاخه زیتونی که آقای اوباما به ایران دراز کرده در واقع اون بخش خوشبینانش اتفاق بیفته که قطعا نمیافته. فکر میکنه دعای دادیم طور که آقای فیشر اشاره میکنه این فرصت تاریخی رو که در برابر ایران میبینه در این حال اون رو یک خطر بزرگ میبینه. در گفتهاش اشاره میکنه که نظام جمهوری اسلامی همیشه نگران عادی سازی روابطش با آمریکا بوده. از این منظر چطور نگاه میکنید به قضیه؟ والا نظام جمهوری اسلامی همیشه، به خصوص این روزهایی که درش هستیم، این سالها بعد از احمدی‌نژاد که یک کودتای نرم در واقع اتفاق افتاد ظرف 4 سال، نیازمند و محتاج دشمن است. بنابراین هر گونه تنش زدایی امریست محال، به خاطر اینکه این نظام بدون دشمن مجبور با دنیا تعامل بکنه، در تعامل با دنیا نمیتونه از سؤال دنیا در واقع فرار بکنه. مردم دنیا از این نظام سؤال خواهند کرد، مجامع بین‌المللی از این نظام سؤال خواهند کرد، و اون موقع نمیتونه بسیاری از خطاها، ظلمها و ستمهای خودش رو توجیه بکنه. بنابراین انزوا نیاز داره به دشمن، نیاز داره، و این مذاکرات رو با بخت کشی حتما از دست خواهد داد. و روز و روزگار بسیار شاید نزدیکی ما اون بخش برخورد خشن دنیا رو ببینیم که امیدوارم مردم درش آسیب ندیدن. صحبته آقای احمدی نژاد رو بعد از این موضوعاتی که مطرح شد در مورد اروپا، بحث تحریم رو مطرح کرد، آقای احمدی نژاد هم از در واقع تایید کابینش بیرون اومده بود، گوش بکنیم ببینیم ایشون چه میگه. ما بسته بیمونم، کسی دیگه نمیتونه ایران رو تحریم بکنه. ما البته استقبال میکنیم تحریم کنن، خودمون رو اداره میکنیم، اما ما بسته پیشنهادیمون رو دادیم بشه. آقای داد، صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد رو شنیدید که اوقات شما میگید که خیلی خوشحال نیستید از شنیدن این حرفا، ولی نقشی که آیت الله خامنه‌ای در این میان بازی کرد و گفته میشه که حتی آقای باهنر صحبت از این میکرد که اگر رهبر جمهوری اسلامی پادرمیانی نکرده بود اصطلاحاً، شاید حتی آقای متکی رأی اعتماد نمی آورد. فکر میکنید که این بحثایی که چند هفته گذشته مطرح بود که میان آیت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد اختلافاتی ایجاد شده، این اتفاق آیا اونها رو رد میکنه؟ چه تأثیر خواهد گذاشت؟ بله حتما. اون بارم من عرض کردم که اصلا چنین چیزی صحت نداره که اختلافی باشه. ببینید اینها سر و طرح یه چرباس بیشتر نیستن، متاسفانه این اصطلاحات به کار بود. هم مجلس، هم دولت و هم رهبر الان در یک جهت هستن. نمایش هایی که نمایش دموکراسی، نمایش انتخابات و نمایش رأی گیری و رأی اعتماد هست در مجلس، اینها رو مردم ما باور نمی کنن. کما اینکه تصویر نماینده هایی که چرت می زدن تو مجلس، خوابیده بودن یا بازی می کردن با موبایلشون رو مردم دیدن، و حرفای آقای احمدی نژاد هم شنیدن که می گفت من بچه 5 ساله برام نظر مشورتی فرستاد، یا این بچه 3 دبیرستانی برای من طرح فرستاد و من با اون مشورت کردم و 20 دقیقه باش تلفنی حرف زدم و اهل مشورت هم منطقه نهایتا خودم تصمیم می گیرم. اینها نشون میده که وضعیت ذهنی آقای احمدی نژاد وضعیت نامتعادلیه. این دلیلی بر این نیست که بین ایشون و آقای خامنه ای اختلاف هست. نه، یه آدم نامتعادل طبیعتاً هیچ
امروزش مثل دیروزش نیست، اما نهایتا این آدم آدم ناپاکی هست و امروز و دیروزش در هر صورت پر از ناپاکیه. حالا ممکنه ناپاکی امروزش این باشه که به یک وزیر کابینش بگه هلو و خوردش و روز بعد بگه که من یه مشت اسفناج و چغندر و اینها به عنوان وزیر انتخاب کردم و رأی اعتماد گرفتم. این آدم نامتعادله متأسفانه. آقای داد، نکته که جالب هست این که در همین حین و بین، خب میدونید بعد از اینکه آقای وحیدی رأی اعتماد گرفت، بسیاری از نماینده‌ها بلند شدن و شعار دادن، شعارهایی که من نمیدونم واقعا در مجلس معمولا چه جایگاهی هست برای دادن این شعارها، ولی این اتفاق، یعنی این که بسیاری از تحلیلگران هم اعتقاد داشتن که نفس مخالفت با هر کی با ما مخالف است، یعنی این به خاطر اینکه ایشون مورد انتقاد قرار داشت همه آمدن و بیش از دیگر وزرا به ایشون رأی اعتماد دادن، این اتفاق واقعا تا چه حد ریشه دار هست؟ یعنی آقای وحیدی نهایتا در اداره وزارت دفاع این حمایت که الان بوده رو در طول زمان هم خواهد داشت، ولی یا این اتفاق نمادین هست فقط؟ نه، ما توی این ایران با اطلاعات دیگر هم دوستانون طرفی رو آشنا کنیم، به این کار میگیم مثلا پول زنیم، یعنی این که طرف روی کاری بکنیم خلاص حالش رو بگیریم. این ها که سیاست نمیدونه که دارم راجب سرنوشتی یک کشور و یک ملت کسی رو که همین یک مسئله تروریستی هست به عنوان وسیل دفاع محبی میکنه برای این که دشمن رو به خدا خودشون نمیدونم منکوب بکنن و سرکوب بکنن و خلاصه حالش رو بگیرن، یعنی با این اصطلاح و فرهنگ لاتی متعرض کنه، میان و 27 رأی به این آدم میدن که باعث خجالت هست به خاطر اینکه ما چند وقت دیگه با وزیر دفاعی طرفیم که فقط مجبور به سوریه یا به افغانستان هم نه، همین کشورهای این چنینی و نمیتونه تعامل دفاعی با دنیا بکنه و این شعار دادن ها هم متاسفانه چیزی جز یک جور لجبازی و جردنی بچگانه نیست که در عالم بزرگ بیمارانه سیاست این کارها کودکانه زشت هست. آیه حسن